This is IRTV, the Iranian television program. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما. دی ماه را پشت سر گذاشتیم و بهمن ماه، ماه دگرگونی بزرگ تاریخی در ایران پیش روی ماست. البته در دی ماه چندین رویداد تاریخی داشتیم، از آن جمله سالگرد کشف حجاب که در سال 1314 توسط رضا شاه پهلوی در ایران انجام گرفت. این حرکت جزئی از قدم‌های اولیه در راستای مدرنیته بود، زیرا مقام زن را ارج می‌نهاد. البته مانند هر حرکت دیگر در کشور ما، در آغاز این امر با اعمال زور انجام شد که با اخلاقیات امروز نمی‌خواند، اما به هر صورت باعث شد که زنان ما در رابطه با پوشش خود از آزادی‌های اولیه کاملا برخوردار شوند. در آن دوران نیز همین ملایان متحجر و از تاریخ عقب افتاده ما با آزادی حجاب مخالفت می‌کردند و در اولین فرصت که با نیرنگ حکومت ایران را به دست گرفتند، حجاب را نیز اجباری کردند و موقعیت زن ایرانی را هم ردیف کشورهای عقب افتاده خاورمیانه به پس راندند. دلیلشان هم این بود که این امر اسلامی نیست و رضا شاه هم حجاب را به زور از سر زنان برداشته است. حال هم ما شاهد عکس العمل هایی در جامعه ما هستیم که به دلیل همین زور و اجباری که علیه حجاب طی این 33 سال اعمال شده رخ می‌دهد. حکامی که حتی نمایان شدن یک تار موی زن را بر نمی‌تابند، امروز در مقابل زن قرن 21 ایرانی قرار گرفتند. در این هفته هنرپیشه با اعتبار جامعه ایرانی ما در خارج از کشور با کمال حیای زنانه ایرانی که در وجود اوست، خود را در مقابل دوربین عریان می کند. البته نه برای دهنکجی به حکام عقب افتاده، بلکه برای انانس فیلم فستیوال فرانسه. ولی به هر حال این حرکت نمودار این است که زن امروز ایرانی از مرزهای تهجر حکام امروز ایران عبور کرده و در سطح جهانی به پیش می رود. که اوریان بودن در چارچوب استتیک تصویری امری بسیار عادی است. امروز ما نقش خانم گلشیفته را در این فیلم ستایش می‌کنیم، چنان که فیلم جدای نادر از سیمین را. یادمان باشد که اندیشه و تصویر هنری با هیچ مذهبی همگونی ندارد، زیرا فراتر از جامعه به پیش می‌رود، چون نامش هنر است. با ما باشید. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد. عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام سعید ملک‌پور شد و دولت بریتانیا از موج اعدام‌ها ابراز نگرانی عمیق کرد. وزیر خارجه روسیه گفت هدف از تحریم نفتی ایران ایجاد نارضایتی عمومی در میان مردم است. وزیر خارجه در سفر به ترکیه اعلام کرد که ایران آماده از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای است. آژانس اتمی اتهام وارده از سوی ایران در مورد شناخت قبلی کارشناس ترور شده هستی ایران را رد کرد. فیلم ایرانی جدای نادر از سیمین به دریافت جایزه گلدن گلوب نائل آمد. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوریزاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. متاسفانه ما ضمن آنکه بنده خود به خاندان پهلوی احترامی فوق‌العاده دارم، ولی متاسفانه عشقی که شاه ایران برای پیشرفت مملکت داشت، دخالتش در امور اجرایی مملکت که برخلاف قانون اساسی بود بیشتر از پیش شد و همین مسئله ضمن آنکه شاه برنامه‌های جالبی اجرا کرد، ولی همین برنامه‌ها هم بعضیش اون نتایجی که باید بده نداد و بقیه چون شاه در همه امور دخالت می‌کرد، بقیه فقط مجری فرمان بودند، کسانی نبودند که مبتکر باشند برای ملت کار بکنند و ببینند خواست ملت چیه. این مسئله به کشور ما لطمات جبران ناپذیری زد.